بریم سراغ یک سوال مهم و اون اینه که من دیدم که خانم سیمای ثابت یک گفتگویی داشت با دوست من آقای مرداد درویشپور و مرداد راجب مبادله حمید نوری خیلی سخن گفت. میخوام نگاهی شما دیدین اون برنامه رو خودتون؟ بله بله دیدم. بله. خب ببینیم که چجور نگاهی شما چی بود به این گفتگو؟ بله. خب متاسفانه اجازه ببینید، متاسفانه ایران اینترنشنال سیاست بسیار بسیار غلط و مخربی رو در ارتباط با پرونده حمید نوری در پیش گرفته و این صحبتی که آقای مرداد درویشپور در اون برنامه داشتن با خانم سیما ثابت به نظر من در به نوعی در راستای تبلیغات نظام نکبت اسلامی و سفیر جمهوری اسلامی در سوئد هستش. چه بخوان چه نخوان، نتیجه همراهی هست با سیاست رژیم نکبت اسلامی و با سفیر جمهوری اسلامی و تبلیغاتی که نظام اسلامی برای عادی کردن و یا زمینه سازی این مبادله داره صورت میده. در واقع اینا آتش بیار معرکن و به نوعی دارن بدون اینکه بخوان هم دارن همراهی میکنن و همدستی میکنن با رژیم نکبت اسلامی و یه جوری هم این قبح قضیه رو میریزن و هم به نوعی افکار عمومی رو آماده میکنن. ببینید رژیم خودش داره این تلاشا رو میکنه، ولی متاسفانه این افراد هم همراهی میکنن با سیاست رژیم و خب این رسانه ها هم که مثل ایران اینترنشنال و اینا به خاطر برخورد غیر حرفه‌ایشون، برخورد غیر کارشناسانشون با مسائل و اینها میرن و این افراد رو برمیدارن میارن که کوچکترین ارتباطی نه با پرونده حمید نوری، نه با جریان در واقع دادگاه دارن و نه حتی شناختی دارن و نه حتی صلاحیتی در این زمینه دارن، به عنوان افراد مطلع یا کارشناس میارن و به مردم در واقع به نوعی قالب میکنن. ببینید من اولی موضوع خدمتون بگم، اول باید این رو سوال کرد یا این رو بایستی مطرح کرد که آقای مرداد درویشپور به چه حقی اساسن ایشون میرن و از کیسه خلیفه میبخشن نزد وزارت امور خارجه سوئد و میگن که در واقع به نوعی برداشت میشه مثلا بله حالا مسئله نیست، این توافقات انجام بگیره، این مبادلات انجام بگیره. حالا دارم در کلمات ایشون نمیگم، در نتیجه اونچه که میگن بله خب طبیعیه شما میخواهید مثلا افراد خودتون رو پس بگیرید، رژیم هم اینو میخواد. ببینید در واقع به نوعی مشروعیت بدن به سیاهکاری هایی که صورت میگیره. من اولا اینو بهتون میگم ایشون نه صلاحیت این رو دارن، ولی در صورت اینجوری که ایشون میگن نیست، این آدم آدمی است که میخواد خودش رو مطرح کنه اینجا و اونجا و تو سوئد هم مسئله خیلی راحته. شما اگر برید تماس بگیرید با مقامات سوئدی و به اونها مطرح کنید که میخواهید دیداری داشته باشید با مقامات وزارت خارجه، میدونید که این ملاقات ها رو حتما بهتون خواهند داد. یعنی ملاقات گرفتن برای گفتگو با مسئولین وزارت خارجه یا کارمندان وزارت خارجه اصلا کار سختی نیست در سوئد و به سادگی میتونه این کار صورت بگیره. اما خب افرادی که اطلاع نداشته باشن فکر میکنن واو چه اتفاقی افتاده، چه هیئتی رفته. اما این پیام نادرستی از طرف جامعه سیاسی ایران. خب میدونیم خیلی از اوقات این سیاستمداران برای اینکه بخواد سیاستشون رو پیش ببرن اتفاقا به همچین آدمایی نیاز دارن، به همچین کسانی نیاز دارن که بگن بله این صدای جامعه مدنی ایرانه، بله این صدای مخالفین ایرانی است، حتی اونها هم همینو میگن. ببینید اینا داستانایی است که متاسفانه سیاستمداران غربی روش سوار میشن. خب ولی من باز هم خدمتتون عرض کنم که اینا تبلیغات رژیمه.
درست دستگاه قضایی رژیم، دستگاه تبلیغاتی رژیم داره این صحبت ها رو میکنه، داره این ادعاها رو میکنه. اینا اهرم فشاره، اینا میخوان به این ترتیب به نوعی فشار بیارن به دولت سوئد، ولی واقعیت این نیست. در حال حاضر واقعیت اینه که دادگاه حمید نوری تا سال آینده میلادی جریان داره و تا بخوان حکمش رو بدن تا سال آینده جریان داره. اساسا در زمانی که چنین چیزی در دستگاه قضایی سوئد داره راجع بهش تصمیم گیری میشه، مطلقا هیچ سیاستمدار سوئدی نمیتونه در این زمینه، طبق قانون نمیتونه، طبق پرنسیپ ها نمیتونه، طبق سوابق سوئد نمیتونه که بره با یه دولت خارجی درگیر بشه برای معامله. چنین چیزی امکان ناپذیره. ملاحظه میکنید؟ بنابراین اون چی که ایشون میگه، اینها بافته های ذهنی مشتی آدم علاف و بیکاره که برای مطرح کردن خودشون به همه چیز آویزون میشن. و آقای مرتضی درویش‌پور یکی از سرآمدان این داستان. ببینید، باز تاکید میکنم، تا سال آینده میلادی دادگاه در جریانه و باید این حکم صادر بشه. تا قبل از اون هیچ معامله ای، هیچ گفتگویی صورت نمیگیره. این اولی. نکته بعدی که باز خدمتتون بگم اینه که آیا رژیم دنبال دادگاه عالی خواهد رفت یا نه؟ اون وقت تازه دادگاه عالی باید تصمیم بگیره آیا این پرونده رو رسیدگی بهش میکنه یا نه. برای نظام نکبت اسلامی موضوع این پرونده بسیار مهمه و بسیار تعیین کننده است و براشون از نون شب واجب تره که حمید نوری تبرئه بشه. چرا؟ چون چنانچه حمید نوری در این پرونده تبرئه بشه، این پرونده جمع شده و موضوع کشتار 67 جمع شده و تهدیدی که مقامات رژیم رو در ما الان، یعنی مقامات رژیم باهاش مواجه هستن رو برمیچینه. ببینید، صرف نظر از این که در آینده معامله صورت بگیره یا نگیره، این پرونده یه پرونده بسیار بسیار مهمه و این پرونده باز شده و کشتار 67 به رسمیت شناخته شده به لحاظ حقوقی و این قدم بسیار بزرگیه برای اینکه دادگاه های در واقع رسیدگی به جنایت علیه بشریت در آینده در ارتباط با جانیان ایرانی تشکیل بشه. پس این قدم اوله، این پایه است، این در واقع چجوری بگم، اون فونداسیون لازمه. رژیم همه تلاشش اینه که به نوعی حمید نوری تبرئه بشه که از نظر من با توجه به شناختی که دارم هیچ شانسی نداره و شاید این احتمال رو میدم که تا آخرین نقطه بخوان پیش برن. البته ما کس پشت پرده خبر نداریم یا از اقدامات رژیم، ولی تا آخرین نقطه‌ای که میشه اینو تو دستگاه قضایی دنبال کرد اینا پیش میرن. و این احتمال رو من میدم که به دادگاه عالی مراجعه کنن. اگر بخوام به دادگاه عالی مراجعه کنن، یعنی تا آوریل سال آینده اینا حتما گیرن. تازه اگر دادگاه عالی بپذیره تقریبا یک سال دیگه هم گیر خواهند. یعنی این من روند حقوقی رو خدمتتون میگم. بله، دستگاه قضایی رژیم، سفیر رژیم و دستگاه تبلیغاتیش هر نوع جفنگیاتی رو میان مطرح میکنن در ارتباط با این پرونده. اگر یادتون باشه همراه با وکلای حمید نوری مطرح کردن که یک پلیسی نمیدونم پرونده موازی تشکیل داده بوده، خلاف قانون، خلاف عدالت، نمیدونم باید دادگاه جمع بشه، باید حمید نوری تبرئه بشه، این دادگاه صلاحیت نداشته باشه. وکلای حمید نوری اینو مطرح کردن، دستگاه قضایی رژیم هم اومده داره تبلیغ میکنه، دستگاه تبلیغاتش هم تبلیغ میکنه. متاسفانه رسانه های فارسی زبان از جمله در ازش
ایران اینترنشنال، بدون اینکه بیان و از کسانی که مطلعن توی پرونده، به خصوص میتونستن با وکیل پرونده تماس بگیرن، این امکان براشون بود، میتونستن از وکیل پرونده سوال کنن آقا شما چی فکر میکنید، از وکلای ما سوال کنن، یعنی کسایی که در جریان این پرونده هستن میتونستن سوال کنن. خب اونو حتما بهشون جواب میدادن. ولی میبینید ایران اینترنشنال هر کس ناکسی رو میره تحت عنوان کارشناس پیدا میکنه و میاره اینها رو و اونها هم این اخبار جعلی رو منتشر میکنن، در حالی که کوچکترین تهدیدی ما در دادگاه نمیبینیم. وکلای حمید نوری خوب پول میگیرن، برای پولی که میگیرن باید یه سری دستاویزی رو مطرح کنن، به یه چیزهای آویزون بشن اینجا و اونجا برای اینکه هرچه بیشتر پول بگیرن مواردی رو مطرح کنن، که خب یکیش هم همینه. واقعیت قضیه نه، پلیس سوئدی گزارش بسیار بسیار حرفه‌ای رو مطرح کرده و اصلا ما چنین تهدیدی رو احساس نمی کنیم. اتفاقا برعکس، نظام نکبت اسلامی است که سعی کرده با آقای امید فرهان که پلیس این پرونده بودن و خیلی هم مسئولانه و هوشیارانه پرونده رو دنبال می کردن برخورد کرده و به امید فرهاد پیشنهاد همکاری رو داده برای اینکه اطلاعات پرونده رو بهشون بده، برای اینکه باشون همدستی بکنه. ولی خب آقای امید فرهاد هم رفته بلافاصله به رؤسای خودش اطلاع داده. در هر صورت بیقانونی، در هر صورت کثافتکاری از طرف رژیم نکبت اسلامی و مأمورین سیاسیش در سوئد بوده. خب میان این رو وارونه جلوه میدن، گویا به طوری هم این رو مطرح میکنن که او احتمالا قرار غیرقانونی، یه کار غیرقانونی صورت گرفته، الان میخوان حمید نوری رو تبرئه کنن یا دادگاه رو بیان و غیرقانونی اعلام کنن. اینا این جفنگیاتی بود که کاوه موسوی، یه شیاد حقوق‌باز، سال قبل، یعنی تقریبا میتونم بگم 2 سال قبل مطرح میکرد در ارتباط با دادگاه حمید نوری، زمانی که قرار بود شهادت من شروع بشه، او در هماهنگی با فرقه رجوی و رژیم نکبت اسلامی ادعاهای جعلی رو مطرح میکرد، دروغ و دغل، با همدستی فرقه رجوی و سایت های وابسته و کلاب هاوس های وابسته به رژیم و عوامل رژیم اینا برگزار میکردن ده ها ساعت و او هم به جفنگویی میپرداخت، دروغ و دغل سر هم میکرد که گویا دادگاه داره غیرقانونی میشه به خاطر نمیدونم اقدامات ایرج مصداقی و نیما سروستانی و هشدار مردم چه نشستید، آی یه مشتی دروغ و دغل سر هم میکردن. و اینکه بعدم آخر سر که دیدن من رفتم شهادت دادم، خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و دادستان ها در واقع تمرکزشون روی شهادت من بود و تو پرونده هم هست، تو حکم دادگاه هم هست، بعد دید که رسوایی به بار اومده، فرقه رجوی و کاوه موسوی دوباره اومدن مطرح کردن که بله این اقدامات من باعث شد که خطر رفع شد، دیگه نگران نباشید خطر رفع شده الان و دادگاه به جریان افتاده. و این دروغ و تقلایی بود که خب مطرح کردش. دیدین که همون موقع آقای یوران یالمارشون وکیل پرونده ما بهشون گفتگو کردن و توضیح دادن که هیچ خطری پرونده رو از همون اول تهدید نمی‌کرده، همه چیز تحت کنترل، و تاکید کردن ایشون که کسانی که موارد مطرح میکنن نه از حقوق سر اطلاعی دارن و نه با موازین حقوقی آشنا هستن و نه دستگاه قضایی سوئد رو میشناسن. و همون موقع هم توصیه کردن، گفت اگه کسی میخواد اطلاعات راجع به پرونده بگیره با خود من تماس بگیره. خب ببینیم، متاسفانه امروز هم ایران اینترنشنال و دیگر رسانه ها به جایی که با آقای یوران یالمارشان تماس بگیرن، به جایی که از وکیل پرونده بخوان اطلاعات خودشون رو ارائه بدن و یا پاسخ خودشون رو راجع به ادعاهای رژیم مطرح کنن، میرن سراغ نمیدونم آدمای
ورشکسته ای مثل آقای مهرداد درویشپور، یا از اون طرف دائم زیرنویس میکنن تمام ادعاهای رژیم رو و به این ترتیب متاسفانه توی دل ملت رو خالی میکنن. من فکر میکنم این سیاست سیاست کاملا نادرستیه و امیدوارم اینا سر عقل بیان و دست از این نوع تبلیغات که به نوعی میتونه شاید برای خودشون مشتری جور کنه، چون بالاخره مردم دنبال اخبار زرد هم هستن، اخبار جنجالی هم هستن، ولی لااقل میتونم بگم این کار نه حرفه‌ایه و نه شرافتمندانه.